بحث بعدی ما در مورد الگوریتم تاب و سرچ یا جستجوی ممنوع است. الگوریتم TS یا تاب و سرچ، حالا تابو املاهای مختلف داره، او یو، دوتا او یو، ولی خب در انگلیسی مرسوم امروز با یو تنها در واقع نوشته میشه. تاب و سرچ یا TS یا جستجوی ممنوع، حالا بعضی ها ممنوعه ترجمه کردن، اسم یکی دیگه از الگوریتم های بهینه سازی هست که مبتنی بر نقطه است. ذاتا به صورت جمعیتی کار نمیکنه، بلکه یک جواب رو میگیره و سعی میکنه که در واقع همون رو با انجام یه سری اپریشن هایی به سمت جواب بهینه مسئله هدایت بکنه. از این نظر شبیه الگوریتم SA هست که ما در واقع تا حالا بررسی کردیم، منتها خب مکانیزمش کاملا متفاوته، یه پارادایم خاصی پشت کار است. لغت تابو بیشتر در متون قدیمی به معنای مقدس هست، اما خب به هر حال به مرور این مفهوم ممنوع هم در واقع ازش استنباط شده، جوری که در واقع مثل حالا درخت مقدس که نباید بهش نزدیک شد، یه کاری که ناحیه مقدس که نباید بهش وارد شد. این نباید ها در کل یک مفهوم ممنوع رو در واقع القا میکنه به ذهن، و دقیقا هم همین تابو کردن و ممنوع کردن یک سری از حرکت ها، یک سری از کارها در حین فرایند بهینه سازی چیزی هست که ایده اصلی الگوریتم تابو سرچ رو تشکیل میده. در الگوریتم تابو سرچ به این شکل ما در واقع عمل میکنیم که باز هم از یک نقطه شروع میکنیم. الگوریتم تابو سرچ استاندارد به این شکل کار کردش، و این جواب رو با یک کاری، مثلا حالا فرض کنید که کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم کارهای محدودی هستن، با یک سری از کارها میتونیم تبدیل کنیم به یکی از این جوابهایی که اینجا میخوام من بهش اشاره بکنم. خب یعنی یه سری اکشن دارم اصطلاحاً. خب الان اکشن هایی که من اینجا دارم، اکشن رایت، لفت، آپ و داون، این اکشن ها رو من دارم. از بین این چهار تا اکشن یکی رو میتونم انتخاب کنم، ولی خب سعی میکنم اون اکشنی رو انتخاب کنم که چیه؟ نتیجه بهتری رو، در این حال که به هر حال میخوام نتونم یکی از این اکشن ها رو استفاده کنم، اون اکشن رو انتخاب میکنم که نتیجه بهتری رو داره. فرض بفرمایید که این منجر به ایجاد نتیجه بهتر شد، این رو انتخاب کردیم. باز در موقعیت جدید چهار تا اکشن میتونم انجام بدم، اما به دلیل اینکه اکشن قبلی من حرکت به سمت راست بوده، تا یه مدتی خودم رو محروم میکنم، ممنوع میکنم این حرکت رو، نباید تکرار بشه. چرا؟ برای اینکه دوست داریم در فرایند جستجو تقریبا همه گزینه های ممکن رو بررسی کرده باشیم، درسته؟ حالا اینکه کی ممنوع میشه و کی از ممنوعیت آزاد میشه، این توی تنظیمیه. مثلا اینکه بلافاصله بعد از استفاده میره تو لیست تابو، اصطلاحا تو لیست حرکت های ممنوع، و یعنی یک واحد فاصله فقط ما اجازه میدیم بلافاصله بعد از اون. اما خب در کنار این یک گزینه دیگری هم هست، این که مثلا بعد از دو مرحله، بعد از سه مرحله، یعنی ما انتخاب که میشه یه امتیازی داره، مثلا سه بار یکی از اون سه ها کم میشه، دو میشه دو، یکی دیگه هم کم میشه میشه یک، یکی دیگه هم کم میشه، وقتی که صفر میشه وارد لیست تابو میشه، دوباره وقتی وارد لیست تابو میشه کی خارج بشه، مثلا تا 10 حرکت آینده شما نمیتونید اینو تکرار کنید. بهتره برای هر کدوم از اینا میتونیم یک کانتر بذاریم. البته مرسوم هست بلافاصله بعد از اینکه یه حرکتی انجام شد منتقل میشه به لیست تابو، ولی خب میتونه بیشتر از این هم باشه. بعضی از مقالات، بعضی از کارها یه همچین تنظیمات رو هم اضافه کردن به تابو سرچ. لیست تابو ما حاوی یه سری اکشنه،
که رفته رفته در واقع اضافه میشن، جدیدترین اکشنی که انجام شده میاد بالای لیست، یه دونه از پایین لیست حذف میکنیم، از تابو آزاد میشه، دیگه میتونه انجام بده. درسته؟ این کارهایی که انجام میشن اینا، مثلا الان دیگه بین اینا ما مجبوریم که یکی رو انتخاب کنیم. درسته؟ فرض کنید که این اکشن رو انتخاب میکنیم. حالا بذارید من یه شکل واضح تر بکشم، شاید اینطوری بهتر باشه. از بین 4 تا اکشن این رو انجام میدیم، یه دفعه بعد نمیتونیم در به سمت راست حرکت کنیم، بعد این رو انجام میدیم. خب حالا اینجا سمت راست و چپ رو نمیتونیم، سمت راست و بالا رو نمیتونیم انجام بدیم، یا باید به سمت چپ حرکت کنیم یا باید به سمت پایین. درسته؟ حالا مثال شاید زده از بعضی جهات گمراه کننده باشه، ولی خب تو ذهنمون هست که مثلا اینجا چون به این سمت حرکت کردیم، فرض کنیم لیست تابو هم طولش به اندازه 2 هست، این دو تا حرکت رو، دو تا حرکت اخیر رو نمیتونیم انجام بدیم. وقتی اینجا بودیم به سمت چپ نمیتونستیم بریم، به سمت راست نمیتونستیم بریم. اینجا که اومدیم به سمت بالا و به سمت راست نمیتونیم بریم، پس اکشن این رو انتخاب میکنیم. حالا اینجا به سمت چپ نمیتونیم بریم و به سمت بالا، یا باید پایین بریم یا به سمت راست بریم. درسته؟ حالا این شاید باعث میشه که ما دوباره برگردیم مثلا به این سمت. درسته؟ حالا لیست تابو طولش خیلی باید هوشمندانه انتخاب بشه که مثلا اینجا 4 تا ما اکشن داشتیم و 2 تا هم در واقع طول لیست تابو داشتیم، این برای ما مشکل ایجاد کرد، دیدید که افتادیم تو یک لوپی. اما نه، اگر فرض کنید که مثلا فرض کنید که به هر حال به یه همچین شکلی ما در واقع برسیم که اینجوری حرکت میکنیم، طول لیست تابو حالا با L معمولا نشون میدن 1، یعنی یک حرکت اخیر رو فقط نمیتونیم انجام بدیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا اینجا هست، درسته؟ بعد حالا مثلا میره بالا، الان فقط بالا نمیتونیم بریم، حتی این سمت هم میتونیم بریم، این سمت یا بالا. خب مثلا فرض کنید این سمت حرکت میکنیم، اینجا دوباره این سمتی نمیتونیم بریم، یا باید بالا بریم یا باید برگردیم یا باید بریم پایین. درسته؟ مثلا فرض کنید که اومدیم اینجا، حالا مثلا مرحله بعد این اکشن، درسته؟ حالا مرحله بعد این اکشن رو من اگر بنویسم درست نیست. چرا؟ برای اینکه آخرین اکشن که انجام شده حرکت به این سمته. خب بالاخره ترکیب های مختلفی میتونن به صورت تصادفی ایجاد بشن که ما رو مثلا از یه نقطه نهایتا ببرن به یک نقطه هدفی، این هدف ما هست. تا اینجا اکشن ها محدود بود تعدادش، بعضی وقتا حالا خیلی کم نیست تعدادشون، اکشن ها تعدادشون زیاده، میتونیم لیست تابای بزرگی رو در نظر بگیریم. درسته؟ طول تابا رو میتونیم افزایش بدیم با توجه به اون، و دایورسیتی خیلی زیادی رو اینها تولید میکنن. حالا بیایم بپردازیم به این که واقعا چه حسنی میتونه این در واقع داشته باشه. چرا مثلا اینکه من به این سمت حرکت کردم، دفعه بعد به این سمت حرکت کردن رو من نمیپذیرم، چرا؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ یه دلیلش واضحه، بحث افزایش دایورسیتی است. اما دلیل دیگه ای که میتونه داشته باشه چیه؟ شما فرض بفرمایید که اتفاقا حالا خیلی وقتا بحث فقط جهت نیست، یعنی اینو در نظر بگیرید که شدت یک حرکت بعد نحوه انجام یک حرکت اینا میتونه محدود کننده باشه. یعنی شما اکشن های مختلفتون رو میتونه بر اساس مشخص های مختلف تفکیک بکنید. فرض کنید توی همچین محیطی هستید، خب اینجا یک جایی که ما نمیخوایم اینجا گیر بیفتیم. درسته؟ این خیلی جای خطرناکیه. اینجا لوکال مینیموم ما هست، مینیموم محلی، و اینجا مینیموم سراسری ما هست. درسته؟ حالا اگر این قرار باشه که مدام یه سری حرکت‌های تکراری رو انجام بده با یک طول ثابت، به احتمال زیاد خیلی سریع همگرا میشه به اینجا. درسته؟ حالا فرض کنید ما 3 تا اکشن داریم، یک اکشن با این طول، یک اکشن با این طول، یک اکشن با این طول و یک اکشن دیگه با این طول. درسته؟ حالا ما فقط اگر بیایم اکتفا کنیم به این حرکت، خیلی سریع همگرا میشه اینجا.
اما مثلا میگیم که هر بار یک گام کوچک رو برداشتی دیگه تا یه مدتی این رو انجام نده، این حرکت رو، درسته؟ بلکه چیکار کن؟ بلکه بیا با طولهای دیگه این کار رو انجام بده، یا کوچکتر یا بزرگتر. مثلا اینجا که اومد شاید یک گام بزرگ رو، گام خیلی بزرگ رو بیاد انتخاب کنه، مثلا بپره اینجا. خب چون این تابو بود. بعد خب یک گام مثلا متوسط، یک گام کوچک، درسته؟ دوباره چون اینا رو انتخاب کرده مثلا یک گام بزرگ، درسته؟ بین اکشنهایی که اینجا هست شاید یک گام دیگه با این طول. به هر حال با ترکیبی از اینها میتونه از اینجا فرار کنه. مهم حالا رسیدن به جواب نیست، خیلی وقتا مهم فرار کردن از دام همچین نقاطی هست. یعنی شما اینو باید در نظر داشته باشید. الزاما اینکه شما حتما توی تعداد در واقع حرکت محدود به جواب برسید، خب خیلی خوبه، خب همیشه نمیشه اینو برآورده کرد. مهم اینه که ما در معرض قرار گرفتن در واقع ما دچار این خدشه نشیم که یه موقع گیر بیفتیم در لوکال اپتیموم. جلوی اینو اگه بتونیم بگیریم خودش خیلی کاره در خیلی از مسائل. حالا اینو نگاه نکنید که مسئله یک بعدی ساده هست، مقدار مثال خیلی انتزاعیه اینجا، ولی به هر حال تو ذهنتون باشه که خیلی وقتها در واقع همین که بتونیم یه کاری کنیم که مطمئن باشیم که این توی لوکال اپتیموم گیر نمیکنه، این یه گارانتی خیلی بزرگیه. در واقع ما یک لیستی از اکشن ها رو داریم، لیست یا فهرست عملیات رو داریم، عملیات قابل انجام. خب یک لیست تابو رو داریم، لیست عملیات ممنوعه. هر کاری که اینجا انجام میشه منتقل میشه به اینجا و یکی از این اکشن ها از اینجا اضافه میشه به چی؟ به اینجا، درسته؟ کاری که انجام میشه در واقع اینه، شما از بین همه عملیات قابل انجام یکی رو انتخاب میکنید، اونی که بهتر از هم از نتیجهش اون رو انجام میدید و اضافهش میکنید حالا بعد از یک تعداد مرحله به لیست عملیات ممنوعه، یکی رو از اینجا خارج میکنید، دوباره یک کار دیگه ای رو انجام میدید و همین شکل. از در واقع شیوه کار کرده کلی و عمل کرده کلی الگوریتم تابو سرچ اینه. اما خب یه سری چیزهای دیگه هم میخواد. مثلا یه موقعی هست که یه کاری تابوه، اما با این وجود که کار تابویی هست، یه کار ممنوع شده هست، اما میتونه یک پیشرفت خیلی بزرگی رو برای ما باعث بشه. یعنی کار ممنوعیه که میارزه به انجام دادنش، خیلی پیشرفت زیادی برای ما داره. حالا اینکه چقدر باعث پیشرفت میشه شاید بهترین پاسخ ممکنه، منتها خب چقدر باعث پیشرفت میشه و اینا رو میتونیم یه جوری کمی بیانش کنیم، یک ترشولدی هم براش بذاریم، یه حدی هم بذاریم، این مقدار پیشرفت اگه از یه اندازه بیشتر شد این اکشن تابوی ما رو چکار کنه؟ بیاد و بپذیره، استثناءن بیاد و بپذیره. که به این کار به خاطر اینکه ما یک دیدگاه آرمانی اینجا در واقع داریم، حالا aspiration criterion گفته شده، معیار آرمانی، درسته؟ یک معیاریه که بر این اساس میتونیم چکار کنیم؟ بعضی از اکشن های تابو رو بپذیریم انجام شدنشون رو. یعنی یه سری اکشن ها هستن که اونقدر خوبن که دیگه از مسیر عادی اینا رو خارج میکنیم، انجامشون میدیم، میارزه. یعنی انجام یک عمل ممنوع که باعث ایجاد بهبود چشمگیری در نتیجه می شود. اینون کاریه که ما به اسم aspiration criterion می شنیست.
حالا چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ اینجوریه که عمل تابایی وجود داشته باشه که بهترین نتیجه ممکن رو داره، درسته؟ یعنی بهتر از همه عملیات غیر تابو نتیجه بده. حالا اینکه چقدر بهتر باشه، میتونین روی اون هم یک شرطی بذاریم، مثلا 20% بهتر از بهترین عملیات غیر تابو باشه، یا مثلا هیچ کدوم از عملیات غیر تابو ما باعث پیشرفت نشن ولی این یک عمل تابوی وجود داشته باشه که باعث پیشرفت بشه. طبیعیه که ما میریم عمل تابو رو دوباره انجام میدیم. چرا؟ چون هدف ما به اینه سازی، درسته؟ بعضی وقتا خود پذیرش یک همچین عملی احتمالیه، یعنی شما میایید با یک احتمالی اسپریشن کرایتریون رو فعال میکنید. چرا؟ برای اینکه خب بعضی وقتا بعضی کارهای تابو هستن که به نظر میسه خوبه انجام میدید ولی نهایتا شما رو هول میدن، میندازن توی یک لوکال مینیموم، چیز جالبی نیست. میشه پذیرش این معیار رو هم احتمالی کرد، اینم یک بحثی است. بعد اما خب وقتی یک کاری رو با اسپریشن کرایتریون انجام میدید دیگه در واقع چون همون لحظه انجام شده، مقدار کانتر تابوش در واقع چی میشه؟ ریسیت میشه. در واقع کاری که ما بعد انجام بدیم اینه که وقتی یک اکشنی انجام میشه، یک اکشن A، این شماره یک اکشنه، شماره یک عملیات هست، برای این ما یک در واقع کانتر داریم. مثلا حالا بذارید مثلا اسم اینو بذاریم TA، درسته؟ TA رو داریم. وقتی این انجام میشه این مساوی یک الی میشه، درسته؟ طول لیست تابو. این بعد از انجام یک عمله که مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اینو منتقل میکنیم به لیست تابو و تا ال مرحله دیگه این قابل انجام نیست. در هر مرحله بعد از انجام عمل این کار رو انجام میدیم، به جای تی ای میذاریم چی؟ تی ای منهای یک، یعنی یک واحد ازش کم میکنیم تا جایی که این بشه صفر. وقتی صفر شد یعنی چی؟ یعنی اون اکشن رو دوباره آزاد کردیم و میتونیم انجامش بدیم. کاری که در واقع انجام میشه اینه. اینا رو تو برنامه نویسی باید در نظر بگیریم. حالا بعضی از افراد میان از آرایه و اینجور مسائل اینا استفاده میکنن، نه از اینجور کارا لازم نیست انجام بشه. ما برای هر اکشنی یه کانتر میذاریم که در ابتدا خب مال همه صفره، هر اکشنی انجام میشه مقدار کانترش میشه ال، بعد ضمن در هر مرحله اکشنایی که انجام نمیشن یک واحد از اون کانترشون کم میشه. خب البته اونایی که صفرن یک واحد ازش کم میشه، میشه منفی یک، اونها رو دیگه انجام نمیدیم. این در واقع بهتره بگیم که این فرمول به جای تی ای منهای یک هست ماکسیموم تی ای منهای یک و صفر، یعنی اگر این منفی شد همون صفر رو در نظر میگیریم براش. این عبارت بهتریه برای این کار. میبینید که باز هم در واقع یه جورایی ساختار این الگوریتم مبتنی بر ایجاد همسایگیه. و دیدیم که این نوع از الگوریتم‌ها میتونن برای انواع مختلفی از در واقع مسائل مورد استفاده قرار بگیرن. البته تابو سرچ برای فضای پیوسته بحث خیلی مفصلیه، ما اینجا هدفمون بیشتر تابو سرچ برای فضای گسسته است و سعی میکنیم که در واقع یک مسئله گسسته و جایگشتی رو حل کنیم که حالا میتونه TSP باشه، میتونه اینکوین باشه، میتونه مسائل دیگه ای باشه و ببینیم که کارهای این الگوریتم چی میتونه باشه. حالا خیلی از متخصصین معتقدن که نمیشه اسم متا هیوریستیک روی تابو سرچ گذاشت، چون معمولا منجر به ایجاد یک فضای در واقع سرچ کامل میشه. شما انرژی بیشتری معمولا صرف میکنید وقتی با تی اس دارید کار میکنید، ولی غالبا هم به خاطر اینکه جوابهای زیادی رو داره بررسی میکنه جوابش مناسب هم هست. حالا خیلی وقتا این رو هم باید در نظر گرفت، ولی به هر حال باید در نظر داشته باشید که ما اینجا دیدگاهمون چون دیدگاه متا هیوریستیکی هست، از اون دیدگاه نگاه میکنیم به این کار، یعنی به دید یک متا هیوریستیک این رو قبول داریم. ولی بعضی از افراد میگن نه، این یک استراتژی سرچ کاملا کلاسیکه
بعد یه شرطی گذاشتن که یک سری اکشن ها تکرار نشه، یعنی اینجوری نگاه میکنن، در صورتی که نه، یه سری عوامل تصادفی و اینها هم میتونه در واقع وجود داشته باشه. یه موقع است که شما میتونید صرفا حریصانه عمل نکنید، بیاید مثلا فقط بگید که من بهترین اکشن رو میخوام، نه، همه اکشن ها رو انجام بدید با یک احتمالی بین اینها انتخاب بکنید، درسته؟ که به هر حال اون وقتی که قطعاً بار متاهیوریستیک کار افزایش پیدا میکنه. اگه بخوایم مراحل این الگوریتم رو در واقع بنویسیم، مراحل الگوریتم TS رو داریم، داریم یک ایجاد پاسخ اولیه و ارزیابی آن، دو اینجوری مشخص ایجاد فهرستی از عملیات مجاز یا روش های تولید همسایگی دیگه در واقع، درسته؟ یک فهرست رو ایجاد میکنیم، این وابسته به نوع مسئله هم هست. سه، تنظیم شمارنده همه عملیات برابر با صفر، این در واقع تی همه اکشن ها رو مساوی صفر قرار میدیم به ازای همه اکشن ها، درسته؟ این خیلی کار مهمیه، یعنی اول کار هیچ کسی تابو نیست دیگه. بعد چی داریم؟ بعد وارد ایتریشن های الگوریتم میشیم، انجام عملیات مجاز، حالا نه الزامن همه بلکه کسری از اونها میتونه باشه. خب حالا همه یا کسری از عملیات و انتخاب بهترین پاسخ. خب منتها یک چیز مهمی که اینجا هست باید در واقع اضافه کنیم به این کار اینه، از بین همه عملیات مجاز و غیر تابو، این باید تو ذهنمون باشه که این غیر تابو باید باشه این عملیات. حالا میتونیم مثلا اگه 100 تا عملیات غیر تابو داریم، لزوم نداره هر 100 تا رو انجام بدیم، میتونیم یک کسری از اونها رو انجام بدیم، ولی خب بین اونایی که انجام دادیم یکی که بهتر از همه است رو انتخاب میکنیم، چون اگه قرار باشه همه رو انجام بدیم، این موقع است بعضی مسائل خیلی خیلی تعدادشون زیاده، تعداد اکشن ها باید تو ذهنمون باشه. خب این بهترین عملیات رو میایم و در واقع انتخاب میکنیم، یه عملیاتی هست که انتخاب میشه، پنج اضافه کردن عملیات انجام شده به فهرست تابو. در واقع این چجوری انجام میشه؟ اگر عمل A انجام شود میشه چی؟ تی A مساوی چی؟ L، یه L اولیه پارامتری طول لیست تابو هست اصطلاحا. خب در شش کم کردن یک واحد از مقدار شمارنده سایر عملیات،
خب حالا بذارید اینو A صفر من بذارم، یعنی به ازای هر A که نامساوی A صفر باشه داریم T A مساوی ماکسیموم T A منهای یک و صفر، یعنی سایر عملی رو باید ازش کم میکنیم. تمام شد درسته؟ بعد هفت به روز رسانی بهترین پاسخ یافته شده، بین همه پاسخهایی که تولید شده اون بهترین رو پیدا میکنیم و بهترین پاسخ یافته شده رو میایم و در واقع عوض میکنیم. خب در صورت نیاز داریم بهتر شده باشه، یعنی جابجا میکنیم. حالا این حالت کلیه، بحث آسپیریشن کرایتریون رو ما اینجا وارد نکردیم در مرحله چهار، ولی خب میتونیم اون رو به عنوان یک شرط اضافه، به عنوان یک مرحله میانی بعدها اضافه کنیم به این کار. خب مرحله بعدی چی هست؟ هشت، بازگشت به مرحله چهار در صورت نیاز. خب تمام شد، در صورت نیازش هم مشخص دیگه، وقتی شرایط خاتمه محقق نشده باشه. خب اجازه بدید من مثال مربوط به اون حرکت در چهار جهت رو یک بار در واقع، حالا شاید بهتر باشه که یک بار دیگه بیان کنیم که یه ذره عمل کرده این کاملا مشخص بشه. فرض کنید که ما در صفحه هستیم و چهار تا اکشن میتونیم داشته باشیم، حرکت به سمت بالا، چپ، راست یا پایین، اینا اکشن های ما هستن. این فهرست عملیات مجاز ما هست، این اکشن های ما هست. بعد مقدار L رو هم برابر چی در نظر میگیریم؟ یک. یعنی هر اکشنی که انجام میشه حالا فقط برای یک مرحله قابل انتخاب نیست، یعنی آخرین اکشن رو فقط ما داریم. حالا L مثلا مساوی 3 باشه، یعنی 3 عمل اخیر قابل انجام نیستن. خب فرض بفرمایید که ما توی یک صفحه‌ای هستیم که من بذارید این صفحه رو حالا ترسیم بکنم به صورت حالا یک جدول، به صورت یک گرید، بعد بالاخره این به شکل یک گرید منظم در نظر گرفته میشه این محیط. حالا فرض میکنیم که به صورت در واقع نامحدود هم هست حتی، ولی ما داریم یک بخشش رو میبینیم. خب فرض بفرمایید که ما نقطه شروعمون اینجا هست و حالا میدونیم که جواب بهینه ای که داریم مثلا اینجاست، پاسخ بهینه ای که داریم اینجاست و همینجوری که به سمت این حرکت میکنیم همیشه بهتره، یعنی نقاطی که به این نزدیکترن بهتر هستن. خب حالا اینجا بین این سه تا نقطه کدوم یکی نزدیکتره به این؟ چون این طرف حالا فرض کنیم نداریم نشسته، اگه بخوایم فاصله رو بسنجیم، در واقع اینجا رو بخوایم بسنجیم 1 2 3 4 5 6، اینجا رو بخوایم بسنجیم 1 2 3 4 5 6، یکسانن، حالا فرق نمیکنه. فرض کنید که به سمت این سمت حرکت میکنیم، میشه جواب بعدی ما، ولی خب دیگه نمیتونیم به سمت راست حرکت کنیم، یا باید بالا یا پایین یا سمت چپ بشه. خب
حالا بین این نقطه و این نقطه کدومش با هم در واقع، البته این سمت که نمیتونیم، بین این نقطه، این نقطه و این نقطه کدوم رو انتخاب میکنیم؟ نقطه بالا رو بهتر. دوباره چه سمتی بین نقاطی که وجود داره اینجا بهتر اثر است؟ دوباره چه سمتی اینجا؟ درسته؟ دوباره چه سمتی اینجا؟ اینجا. بالاخره طی یه سری اپریشن هایی ما تونستیم برسیم به اینجا. یه مقدار هریسانه هست، حالا خیلی مثال سیمپلیستیک و ساده ایه، هم میخوام بگم که این کتاب رو میکنیم باعث میشه که ما مسیر رو بریم. حالا مسیر دیگه هم میتونست باشه، تو این جدول یه کسی تو این گرید میتونه اینجوری هم حرکت کنه، درسته؟ میتونه اینجوری هم حتی حرکت کنه و یا حالا هر ترکیب دیگه ای، درسته؟ اما این که از اکشن های مختلف استفاده میکنیم در این رسیدن به اینجا، خودش یه امتیازی داره که ما صرفا یه اکشن رو نیومدیم تکرار کنیم. کارمون یه کار ساده تکرار یک اکشن در واقع ثابت نیست، بلکه ما یک تنوعی در انتخاب اکشن ها هم داریم. این خودش یک نقطه قوت میتونه باشه. حالا در این مثال ساده شاید بسیار چیزها مطرح نشن، ولی در مسائل عملی خیلی مهمه که ما از چه مسیری داریم وارد میشیم. یه مواقعی هست که به خاطر اینکه ما از یک مسیر نادرست رسیدیم به یک نقطه ای، نمیتونیم اون کارکرد لازم رو از اون جوابهایی که داریم بکشیم. ببینید یه موقعی هست، بذارید یه مثال مناسب هم اگه میتونم طراحی کنم براتون. فرض بفرمایید که